با سلام و درود حضور بینندگان عزیز تلویزیون تن، من سعید سلطانپور مجری برنامه راه حل، برنامه دیگر رو در یک عصر بسیار زیبای آفتابی از محل استودیومون در ریچموند هیل اونتاریو خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم. امروز یک شنبه 8 جولای برابر با 18 تیره و 18 تیر هم یکی از اون تراژدی های روزهای تلخ تراژدی در تاریخ سیاسی ایرانه که همیشه بر خاطره ایرانی ها باقی خواهد موند و یک لکه سیاهی است که متاسفانه توسط حاکمیت انجام شد و در هر حال به دانشگاه و کوی دانشگاه تهران حمله شد و دانشجوها مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و یک دانشجویی هم کشته شد، عزت ابراهیم نژاد، که ابتدا جنازه‌اش با سلام و صلوات با چیز نظامی در پردختر دفن شد ولی بعد از مدتی قبر سنگ قبرش شکسته شد. در حال امروز 18 تیره و حافظه تاریخی ایرانی هاست و این هم اون روزه که روزنامه است که نوشت تبرئه و فقط دو نفر محکوم شدن، یعنی آقای اروجلی پیرزاده سرباز مسکن نیرو انتظامی بودش که به اتهام سرقت ریشتراش دانشجویان به 91 روز زندان محکوم شد و آقای فرهاد نظری مسئول نیروی انتظامی و کسی که دستور حمله رو داد و لباس شخصی ها در پناه قانون دیکتاتوری در ایران تبرئه شدند و فکر کردند که عملا هرچند تونستند که کنترل بکنند ولی این لکه موند و متاسفانه تا وقتی که به بررسی نشه این مسائل و به حقایقش پرداخته نشه باز هم مثل قبل، مثل 16 آذر سال 32 و همچنین بعد تکرار میشه و امیدواریم که حداقل فعالین اجتماعی و سیاسی ما از این حوادث درس بگیرن و در حال بتونن به نفع بهتری برای آزادی و دموکراسی مردم ایران ازش استفاده بکنن. در حال با امید به اون روز خدمت شما میپردازیم به برنامه بعدیمون که یک چند تا خبر کوتاه در رابطه با جامعه ایرانی توی اونتاریو، بعدش هم در رابطه با مصاحبه‌ام هستش با آقای روزاریو مارچز نماینده حزب NDP از منطقه ترینیدا اسپادینای دانتان تورنتو در رابطه با لایحه‌ای که ایشون به مجلس برده در رابطه با لایحه کاندومینیوم ها و مشکل، یعنی لایحه‌ای که کمک کنه به حل اختلاف بین مالکان آپارتمان ها و صاحبان آسمان خراش ها، که بعد از اون هم تلفن رو باز خواهیم کرد، نظرات شما عزیزان رو تو این رابطه خواهیم شنید. اگر اتاق فرمان داشته باشن عکسای نمایشگاه توکان استانی، توکان استانی دیروز شنبه 7 جولای یک آلتین حسین آقا است، بله، مهدی پوریان یکی از بهترین دیزاینرهای گرافیست تورنتویه، اون هم که سبزنگ توکاست، توکان استانی نمایشگاهش کاریکاتوراشو در پریا برگزار کرد، روز شنبه دیروز افتتاحیه‌اش بود و دوشنبه هم ادامه خواهد داشت. در حال عکسای نمایشگاهش خیلی نمایشگاه بیشتر تم آدم و حوا رو داره و در حال به نظر من البته خیلی طنزهاش خیلی طنز تلخی است و در حال خیلی سنگینه و به قول یکی عزیزی هم نوشته بودش که اینها نیاز داره به اینکه خیلی هاش توضیح داده بشه. در حال واقعا یکی از بهترین کاریکاتوریست های مطرح ایرانی است که فعلا مقیم کاناداست. حالا تا بعد ببینیم چی میشه، براش آرزوی موفقیت بیشتری میکنیم. از اون طرف با خبر شدیم که یکی از هنرمندای شهرمون آقای ساسان قهرمان در بیمارستان بستری هستند، براشون آرزوی سلامتی میکنیم. نه عکسش هم هست، بله، امیدواریم که، البته گفتن که تو فیسبوک نوشته بودن که خوبند، خوب شدن، ولی امیدواریم که بلا از ایشون و بقیه هنرمندهای ما دور باشه و از همشون خبرهای خوبی داشته باشیم. در این هفته هم که گذشت، امروز یعنی روز شنبه، یک جلسه ای داشتش کنگره ایرانیان در رابطه با بستن با حساب های بانکی کسانی که ایرانی تبارهایی که در تی دی بانک دارن. ولی در حال یک نکته ای رو که این دوستان فراموش کردند اینه که اولا این گروه 5 نفره ای که اومدن بالا
غیر دموکراتیک اومدن، مهندسی شده اومدن، خودشون هم میدونن. این حرکت ها قبلا توی انجمن ایرانیان اون سالها شد، یک بار سازمان مجاهدین گرفتن، اولین کاری هم که کردند نوشتن که کتابخونه تعطیله و یکی از اون افرادم آقای علی وکیلی هستند که در حال یکی از فعالانی هستند که در این رابطه هستن، امضاشون هستش که نوشتن کتابخونه به خاطر اینکه چند تا عکس خمینی توش بود تعطیلش کردن و خلاصه بعد از یک ماه نتونستن مقاومت کنن و مجبور شدن که پس بدن. در حال و یکی از حامیانهای این جریان و به اصطلاح از کسانی که از نزدیکان باند آقای فرخ زندی هستند که رئیس سکولارهای سبز تورنتو هستند و به قولی یک کودتای مهندسی شده رو در کنگره ایرانیان دارن و الان هم رئیس کنگره ایرانیان شدن. اینه غرض از اینه که این جلسه در رابطه با تیدیه، در حالی که توی همون جلسه هم خانمی بهشون میگه که این دوگانگی هستش که چگونه میشه شما میرید تو مجلس سنا و میگید که تحریما باید باشه، شما طرفدار تحریمین، بعدن از این طرف میایین میگید که تیدی، میخواید ببینید که تیدی چی کار کرده، در حالی که تیدی از 3 سال پیش این کارو شروع کرده، در رابطه با تحریما هست و اونم در رابطه با آمریکا هست، چون نمیخوان آمریکا مشکل براشون ایجاد بکنه به خاطر معادلاتی که با ایرانی ها، مبادلاتی که با ایرانی ها دارن، نمیخوان مورد خشم و غضب وزارت دادگستری آمریکا قرار بگیرن و جریمه های سنگین بشن و به همین دلیل هستش. در حال این دوگانگی و اینکه اشک تمساح ریختن جریاناتی مانند آقای فرخ زندی، کاوه شهروز و اسدپور که هر ستاشون طرفدارهای تحریم هستن، البته دیگه الان اسم محترمانه شو دیگه جدیدن میذارن تحریم های هوشمندانه، ولی در حال این یک دوگانگیه، چون شما نمیشه که هم خواهان تحریم باشید هم از این ور بیاین بخواید که از این حقوق اونهایی که مورد آسیب قرار گرفتن بر اثر این تحریم ها تو کانادا دفاع بکنید. و فکر میکنم بهتره که دوستان بیشتر از این قابلی خودشون هم نبرن و در حال یک انتخابات سالم دیگه برگزار کنن، به اجازه بدن کسایی که دلشون برای کمیته ایرانی واقعا میسوزه، برای همه اقشار میسوزه و سیاسی نمیاندیشن و خطی و باندی نمیاندیشن بیان. در حال از ما گفتن تا اینکه خودشون چه میدونند و بعدن نشون خواهد دادش. و مسلمه که ما تو این مدتی که تو این 64 برنامه هم که اینجا داشتیم، قبلش هم یک سال خورده که در ITC داشتیم، بسیار از حرفایی که زدیم، بسیار از تحلیلایی که زدیم متاسفانه خوشبختانه درست در اومد و بیشتر هم مورد انتقاد بودیم به خاطر اینکه آقا چرا این حرفا رو می‌زنیم، در صورتی که این حرفا رو زودتر زده بودیم. البته علم غیب هم نمی‌خواد، فقط کافیه که شما یک کمی شهامت داشته باشید، اطلاع داشته باشید از سیاست و مصلحت‌گرا نباشید. در خدمت شما عرض کنم که از اون طرفم قرار بودش که آقای جیسون کنی وزیر مهاجرت قرار بودش که یک تانهال میتینگی رو برای 45مین به اصطلاح برای بسته شدن سفارت در تهران بگذارن که هنوز بعد از 45 روز نگذاشتن. من ایمیلی برای آقای کسرا نجاتیان فرستادم روز سه شنبه بود، هنوز جوابی ازشون نیومد. در حال اگر چون بنیاد فروردین دوستانمون که این زحمت کشیده بودن این مراسم برگزار کردن، اگر ویدیوش هم هست آقای مهدی لطف کنید بذارید، مال ویزا رو، یک ماه به خاطر حسن نیت آقای جیسون کنی وزیر این اعتراضات رو کنسل کرده بودن. بله، الان دم هتل شرایتونه که 24 ماه می، الان 50 روز گذشته. در حال اگر تا چند روز دیگه خبری نشه، دوستانمون در بنیاد فروردین گفتند که تظاهراتی در محل 250 شپرد جولای فکر میکنم 24 یا 25 تاریخشو نمیدونم، ولی میتونن با تلفن 647-704-1566 یا info@farvardin.ca تماس بگیرن. قرار بعد از ظهر روز پنجشنبه ساعت 4 تا 6 در برابر دفتر آقای دکتر لانگ، نماینده محافظه‌کار حزب PC، حزب محافظه‌کار کانادا، در خیابون شپرد شرقی 250 یک تظاهرات مسالمت‌آمیزی در رابطه با اعتراض به بسته شدن سفارت بخش ویزای سفارت کانادا در تهران انجام بدن و اجازه ندن این مسئله فراموش بشه، چون یکی از اهداف مهم اینه که تو کانادا
دقیقاً برای کامیونیتی مثل ما که کامیونیتی ضعیفی هستش تو صحنه‌های سیاسی رو عرض می‌کنم، لازمه که از ابزار مدنیش هم به صورت مسالمت‌آمیز امضا بکنه، استفاده بکنه و تنها نامه‌نگاری اینها جواب نداره. اینم از این خدمت رو عرض کنم که در حال اگر پیامی هم بود یا اطلاعی بود در این رابطه با info@farvardin.ca تماس بگیرن، باشون بهشون خواهند گفت که چه روزی هست و در حال ایرانیایی که اونجا هستند لازمه که به هر طریقی که هست بیان و اعتراض مسالمت‌آمیزشون رو انجام بدن. خود ما که 20 سال ایران نرفتیم و حالا هم قرار نیستش که بکنم بریم، البته خدا میدونه. بنابراین برای کسانیه که در حال هزاران ایرانی هستش که خانواده‌های درجه اولشون تو ایران هستند و نیاز دارن که به دیدن عزیزانشون اینجا بیان. بله، همونطور که افتادیم دو هفته پیش رفتیم ما مجلس و با آقای روزاریو مارچز از قدیمی ترین سیاستمداران مجلس از حزب سوسیال دموکرات NDP در رابطه با لایحه‌ای که برده بودن به مجلس صحبت کردیم، در رابطه با کاندومینیوم اکت که از سالهاست و بسیاری از کسانی که آپارتمان دارن من جمله ایرانی ها باهاش مشکل دارن و کسی هم نیست که به دادشون برسه، چون متاسفانه دولت لیبرال اونجوری که آقای مارچز میگفتند همیشه در کنار آسمان خراش سازها وایساده و عملا هیچ کاری برای صاحبان آپارتمان نکرده، اینجوری که ایشون میگفت. در حال هفته قبلش هم که ما با آقای سینگ ما مصاحبه داشتیم، نماینده NDP بودش از منطقه براملی که در رابطه با تبعیضی بودش که شرکت‌های بیمه در مورد ایرانی‌ها، در مورد همه کسایی که در منطقه ریچمونتی، مالکام و در حال GTA زندگی می‌کنند و شرکت‌های بیمه اونا رو 150% بیشتر از مثلا دانتان تورنتو چارجشون می‌کنند به دلیل اینکه میگن اینجا تصادفات بیشتره و در حال به نظرم میاد که یک آمارایی رو دارن که به کسی نمیگن ولی در حال غیرعادلانه است، برای اینکه همسایه‌مون اینور کوبک خیلی خیلی بیمه ها رو ارزان‌تر میدن. ما هم گفتیم که با نماینده‌هاتون تماس بگیرید، دوستانی هم زنگ زدن که خدمتتون گفتیم با هم می‌بینیم مصاحبه‌مون رو با آقای روزاریو مارچز نماینده NDP از ترینیتی اسپادینا. اگه اتاق فرمایین حاضر باشین و لطف کنید پخش کنید.